خب فکر میکنم دیگه الان لایویم. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولا توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای خیلی جالبم. مهمون امروز یه دوست قدیمی که چندین بار مهمون این پادکست بوده، ولی قبل از اینکه مهمون برسیم، مثل همیشه اگه دوست دارین کار منو دنبال کنید توی فضای مجازی با هندل @kingram منو میتونید پیدا کنید. اگه دوست داشتین یه وایس بفرستین با لینک telegram.me/mastioraasti. بعدش هم اگر اینو خواستم بگم، تیشرت های وحشی رو داریم دوباره راه میندازیم، هم داخل ایران هم خارج از ایران. به زودی کلی خبری باحال در مورد اون اعلام خواهد شد. اینستاگرام وحشی هم هست @vahshibyram vahshibyram، یعنی هستش توی بایوی اینستاگرام هم، که دوباره تیشرت ها رو راه بندازیم درست حسابی. بعدش هم اینکه اگه دوست داشتید کمک یا حال کوچیکی بدین در حد یه شات بربن یا یه کاپوچینو، میتونید به gofundme.com/kingram یه سر بزنید، یا ونمو هم @kingram. مثل همیشه هیچ توقعی نیستش، هم بتونید به اشتراک بذارین پادکست رو با همه، خیلی حال اساسی دادین. این اپیزود اتفاقا الان داره لایو ضبط میشه تو youtube.com/kingram، برای من حتما بیاین یوتیوب هم سابسکرایب کنید. اینجا با دوستان ما یه حالت اینتراکتیو داریم که میتونیم باهاشون صحبت کنیم. و یکی زده آقا ما ایام امتحانا هستیم. خب ببخشید آقا، من چه میدونم امتحان، که من خیلی وقت درس نخوندم، نمیدونم کی باید امتحان بدیم یا نه. دیگه فکر میکنم همین دیگه. آره یه لینک آمازون رفرال هم این پایین هستش، اگر دوست داشتین اونجا میتونید خریدای آمازوناتو بکنید، یه چوس مسخال شاد به من برسه از اون وسط. در هر صورت مرسی که حمایت میکنید، پادکست رو گوش میکنید و تا الانم با هم بودین تو این مسیر خیلی دیوونه و بالا پایینم. مهمون امروزم یاسمن سلطانی، سایکوتراپیست، روان درمانگر و دوست قدیمی من از دوران نیویورک. چند بار مهمون این پادکست بوده و خیلی آدم و کول، خیلی آدم روشن فکر، و فکر میکنم خیلی بچه های مسیح راستی هم بهش وصل شدن با مرور این زمان. و خلاصه خیلی وقت بود با هم حرف نزدیم، گفتیم خب بیام تو پادکست کچاپ کنیم درست حسابی. چطوری یاسی، خوبی؟ خوبم، مرسی. مرسی از اینتروداکشن، واقعا دلم تنگ شده بود. الان فکر کنم نمیدونم چند وقته ندیده بودمت. گفتیم ما باید اینجوری ریکونکت بکنیم دیگه با آقای کینگ را. آره دیگه، واقعا زندگی اون انقدر پخش پلا میشه که میدونی خیلی عجیب غریبه دیگه. واقعا توی باورم نمیشه چم 2 سال از چقدر گذشته وقتی این پادکستش کردم، 200 تا اپیزود شده و کلی ماجرا داشتیم. چی؟ مارچ 2020 بود فکر کنم. آره آره، دقیقاً هم موقعی که کووید شروع شد و اینا. یکی زده سلام رام، سلام یاسی، ورچوال هاگ. در ضمن یاسی هم یه مطب تو فرانکفورت داره. خلاصه البته الان انقدر سر شلوغ و کلاینت داره تا نمیدونم بتونه کلاینت جدید دیگه قبول کنه و اینا، خیلی سر شلوغ بوده تو این چند وقت. و اتفاقا اینکه سوالای اولم دقیقاً همین، می‌خواستم بود کچاپ کنم در موردش. احساس خودتو چیه توی دنیا الان بعد از کووید؟ یه ذره همه دارن برمیگردن به روتینای بهتر و حال احوال بهتر و خوشحالتر، یا نه هنوز رمننت و بازیافته های اون حسای منفی؟ الان هم دنیا داره سمت یه وضع بد اقتصادی میره، ریسشن و از یه بدبختی در اومدیم توی بدبختی که دیگه داریم میریم. حس و حالت چجوریه نسبت به روحیه کلی آدم ها؟ ببین من قسمتش میکنم توی گروه های مختلف مریضام، چون من با هم آلمانی، فارسی زبان، انگلیسی زبان کار میکنم. در طول کووید و الانم مریضای ایرانی خیلی کووید دغدغه نبود، یعنی انقدر مشکل زیاد بود در گذشته و در حال توی این گروه مریضا که کووید یه جوری به نظر میومد که مشکل خیلی بزرگی نیست، یه جوری خب اکسپت میکردن و زندگی میکردن باهاش. تروماهای قدیم، تروماهای خیلی هم قدیم نه، اینا همش خیلی مطرح تر بود و مشکل تر بود از کووید. مریضای آلمانی ها خیلی بیشتر درگیر میشن با این بحران ها. یعنی
چیزی که من میبینم واقعا رزیلینت تر، یعنی قوی ترین گروه مریضایی که من دارم ایرونیا هستن. یعنی انقدر سختی گذروندن تو زندگیشون که چی میگه آدم، سیستم ایمنی روحیشون خیلی قویه، خیلی قوی تر از آلمانیا. یعنی واقعا من بهشون افتخار میکنم، تعجب میکنم که چجوری آدم میتونه هنوز اینجوری وایس و انگیزه داشته باشه، هدف داشته باشه، همه این کارا. و به خصوص یه ذره بایست هستم زنای جوون ایرانی، یعنی اصلا من واقعا I'm in awe خیلی، حداقل اونایی که من میبینم تو مطب قوی ترین هایی هستن که من دیدم. ولی توی باشید توی مریضای آلمانی میبینم که چون من الان خیلی دارم مریضهای مختلف برای اولین بار میبینم، که مثل این که یه موجی هستش که تازه داره شروع میشه افکتای کووید، یعنی ترس، افسردگی، نتوانایی، چی میگه آدم، توانیهای مثلا اجتماعی، همه اینا مثل یه، من اون موقعی که کووید شروع شد گفتم بعد از اینکه این تمام بشه پست کووید استرس سندروم رو میگیریم. و این هست واقعا، یعنی تموم شده بحران ولی الان یه جوری افکتاش تازه داره میاد تو مطب. با خود تو چه جوری دیل میکنی برای خوشبختی و خوشحالی خود؟ یه ذره دوستانم بیشتر Let's get into the life of Yossi. یعنی تو خودت برای سلامتی و روی خودت این چند وقت تو چی کارا میکردی؟ پارتی میکردی؟ دیت میکنی؟ چی کار میکنی؟ یه ذره از زندگی خود برامون بگو که بابا مردم میخوام بدونن که یاسی داره چی کار میکنه. یه کاری که اخیراً کردم یه چند ماهه، اصلاً اخبار دیگه نگاه نمیکنم و نمیخونم، یعنی انقدر به نظرم دنیا آتیش گرفته که نمیخوام من بدونم دیگه این چیزا رو. یعنی واقعا سعی میکنم که یه دنیای دایره خیلی کوچیک سالمی داشته باشم، وگرنه نمیشه، واقعا شدنی نیست دیل کردن با همه این اتفاقایی که داره میفته. دیت اخت سخته بابا. 9 سالگی سینگل بود، امروزش هم فکر میکردم چی دارم به انگلیسی داشتم میگفتم به خودم، کلید خوشبختی این هستش که اون چیزی که داری و بخوای، چیزی که already داری و بخوای. یعنی بابا شروع کردم یه لیست برای خودم نوشتم با همه چیزهایی که دارم و فکر میکردم که نمیخوام، باید یه جای دیگه باشم، ولی هی جلوش میذاشتم. من دوست دارم که سینگل باشم توی 39 سالگی، دوست دارم که بچه نداشته باشم، دوست دارم که خونه نخریدم هنوز، دوست دارم که ماشین ندارم، دوست دارم که، خب میدونی بعد یه دفعه یه ذهنیت دیگه به وجود میاد وقتی که اینجوری جمله ها رو برای خودت میسازی. هر چیزی هم که خب دوست ندارم سعی میکنم که عوضش بکنم، اگه نشد دیگه فقط باید قبولش بکنم. چه جالب. آره میگم دیگه، ما همیشه بحث این کانتنت بودن و راضی بودنی که تو پادکست هم زیاد مطرح میشه و میدونی خب یه پول یه رفاه و یه راحتی هایو میاره، ولی اون بحث خوشبختیه، اون چیزی که همش انگار توش گیریم توی نسل ما به خصوص که از هزار جانب داریم هی تحت تاثیر میدیم های مختلف و رسانه های مختلف و لایف ستایل ها و فرهنگ های مختلف میشیم، آدم هر روز میدیم انگار من خودم اینجوریم که هر روز دارم یه چیز جدید کوچولو یاد میگیرم. هیچ وقت تو هیچ چیزی خوب نبودم تو زندگیم، چی میگم، جک اوف آل تریدز، یعنی همش تو یه کار خاص هیچ وقت خیلی تکنیکال و خیلی وارد نشدم. و بعضی وقت فکر کنم اگه یه ذره تو یه چیزی تمرکز بیشتری کردم تو زندگیم شاید الان مثلا چم بیزار ثبات بیشتر داشتم، ولی خب از اونورم کلی همین ادونچر رو نداشتم اگر اون مسیر رو رفته بودم. برای همین من با خودم خیلی کنار اومدم و دیگه متوجه خوبی ها و بدی های خودم هستم. ولی مثلا چیزی که بامزه ای که تو این چند وقت دیدم، دیدی چقدر زیاد
این سلف هلپ و لایف کوچینگ و این چه بیزنس گنده ای شده تو این دو سه سال اخیر، خیلی عجیب غریبه. و حالا توش خوب هست، بد هست، همه جوره هستش، ولی فکر میکنم اوورال تم کلی این داستان نشون دهنده اینه که چقدر آدم ها نیاز به یه کمک دارن یا یه پوش دارن یا یه چیزی، یه انگولکی که بتونن یه ذره تو زندگیشون خوشحال تر بشن. چون مثلا خیلی از این آدمایی رو که من میبینم که تو این کار یا تو این زمینه هستن، میگم میدونی چی تو رو کوالیفای میکنه؟ میدونی چی به تو این مدرک یا چی میدونم این لقب و این میده که تو بتونی لایف کوچ باشی، یعنی یکی دیگر رو هدایت کنی توی زندگیش؟ میدونی یه نمیدونم، یه اونم یه دنیا عجیبه. ولی حقیقتش اگه کسی داره تاثیر خوب میگیره از این آدم ها، خب اون دمش کم دیگه، اون نتیجه مهمه دیگه، نه؟ یعنی حقیقتش اگر حتی اون آدم اگه خوب باشه یا پدر سوخته باشه، اگه نتیجهش اینه که اون آدم داره زندگیش بهتر میشه، who cares؟ نمیدونم، like, at least that's the way that I look at it. قبل از اینکه این سوالو جواب بدم، گفتی که من I was never good at anything، هیچ کاری نکردم مثلا تمرکز کنم. خب این که درست نیست، یعنی توانایی تو زیاد داری و از خیلی هم خیلی بهتر بلدی. همین واقعا این پادکست، من هر دفعه میرم پس باکس میبینم که 6.5 million down، یعنی اصلا من رقما رو دیگه من نمیفهمم تو مغزم. یعنی دست کم هم نباید بگیری، یعنی هر چقدر دادم بخواد چی میشه؟ هامبل چی میشه؟ فروتن فکر میکنم، فروتن دقیقا. ولی خب دستاورداش و اینا رو آدم باید ببینه، یعنی اینا رو دست کم نگیره. حالا اگه توی چارچوب کلاسیک دنیا قرار نمیگیره بعضیاش، اوکی، ولی ارزشش کمتر نیست. ببین توی راستش من نمیدونم، من خیلی فالو نمی کنم سلف هلپو، برای اینکه عصبی میکنه. یعنی ببینم که هر کسی که فکر میکنه که یه دلاری میشه آدم در بیاره با این کار، بره سراغش و یه اسم جدید پیدا کنه و یه کتاب بنویسه با تکنیکای و تئوریایی که هست 20 ساله که هست، آدم اینا رو یه فرم جدید بهشون بده، بگه که الان یه کتاب من نوشتم، خیلی من موافق نیستم. یعنی اگه یه کسی واقعا بخواد بره سراغ این که به خودش کمک کنه، به نظر من آدم میتونه سه تا فاکتور هستش که به نظر من مهمه برای هر آدمی. یعنی از نظر روانی با خودت روبرو بشی، از نظر بدنی با خودت روبرو بشی، و به نظر من از نظر spiritually چی میشه عرفانی هم با خودت روبرو بشی. اینا رو نمیدونم تجربه تو چیه، ولی مثلا از نظر روانی آدم یا کتابهای روانشناسی بخونه یا خودش بره پیش روان درمانگر، از نظر فیزیکی ورزشی و دنبال بکنه، به مرزهای فیزیکیش برسه، و از نظر spiritually من الان اگه یادت باشه 12 سال پیش تو رفتی ویپاسانا، یادت بود؟ یادت جرعتشو الان دارم که منم برم ویپاسانا. حالا میخواستم ازتم بپرسم که اون موقع چه تجربه‌ای بود برات. ولی این سه تا فاکتور به نظر من خیلی مهمه، یعنی این جرأت آدم داشته باشه که با خودش روبرو بشه. و چقدر آدم با ترس و احساسهای عجیب غریب روبرو میشه، هم از نظر روانی، فیزیکی، spiritually. اینا رو به نظرم آدم بگذره سالم تر میتونه باشه. نمیدونم دیگه، شاید آدم ها نیاز به یه پوش دارن بعضی وقت. تو میدیدی مثلا تو میری پول میدی به یه نفر که یه کاری بکنی که میتونی خودت مجانی بکنی. یعنی بعضی وقتا آدم خودش میتونه بره جیم، ولی وقتی پرسونال ترینر داریم تو سرت میزنه یا بهش میگی سرم داد بزن، یا میگی با مهربونی با اون برخورد کن، یا هرچی اون مدلی که استایل توه، تو من میتونم این کارامو انجام بدم. چون خیلی میدونی اراده داشتن قوی شاید برای بعضی سخته، برای خود من که افتضاحم، من تو ارادم یعنی ریدم واقعا. مثلا دیروز انقدر شیکم باز در آوردم، مهران قاطی که گفت چقدر داری خرت و پرت میخوری اینو گاییدی، کلی سرم داشت داد میزد.
واقعا همینه، مثلا میگم میافتم رو دنده شکمو. الان یکی کامنت زده بود که آقا چرا وید نمیزه، میگم تو اتاقم نمیکشم، قبل از شو رفتم بیرون کشیدم اومدم، مشروب ولی نمیخورم الان چون 10 صبح 11 صبح قبل از ظهر حال سر مشروب خوردن ندارم. انیویز آره دیشب مانچیز گرفته بودم، هی داشتم هندونه خوردم، نم چیپس خوردم، پسته فلان، یعنی تو اون لحظه‌ای که میدونی ارادم سر چیزای ساده کاملا یعنی میشکنم، یعنی اصلا باورم نمیشه، انقدرم بعد عصبی میشم، اون گیلت و اون عذاب وجدانی که تو اون لحظه که داری هی وا میدی به ارادت، میگم بابا تو از این حرفا قوی تری، چرا هی وا میدی به خودت؟ این خیلی رو مخم میره. ولی آره شاید این نیاز است، برای همین بعضیا دوستان یه لایف کوچ داشته باشن یا هرچی یا جذب میشن، شاید هم یه دلیل مثلا عرفانی یا اسپریچوال یا حتی حالت داشتم فکر میکنم حتی بی دی اس ام یا میدونی این سابمیسیو و دامیننت بودن، یعنی نمیخوام بگم یه سکشوال فاکتور فرویدین داره این داستان، ولی بعضیا شاید دوست دارن اون حس تسلیم شدن و به یک قدرت بالاتری، یعنی از اون شاید لذت میبرن، شاید اونم یه نقشی بازی میکنه تو این داستان. حتما آدم میتونه از یعنی روان درمان یا روان شناختی اینو توضیح بده، یعنی مطرح شده تو تراپی این موضوع و به نظر من ربط داره به نیاز کنترل، حس کنترل. یعنی به نظر من اتفاقی که توی سکس آدم ها میفته خیلی آینه اتفاقایی که توی رابطهشون بین آدم ها میفته هستش. یعنی حالا خب بستگی داره که کی جلوی من نشسته، ولی آدم به نظر من خیلی میتونه اینا رو به هم دیگه ربط بده. یعنی من کسی هستم که توی زندگی عادیم همیشه کنترل رو باید داشته باشم، نمیتونم این کنترل رو از دست بدم، نمیتونم بپذیرم که خب من نمیتونم همه چیز رو کنترل بکنم، ولی دیگه تو سکس نمیتونم دیگه این کنترل رو داشته باشم، میخوام که یه کسی دیگه کنترل رو دست بگیره و من فقط تسلیم بشم و اجازه بدم که هر اتفاقی که میفته بیفته. توی مثلا اختلال تغذیه هم اینجوری هستش، وقتی که آدم ها تمام روز کنترل رو نگه میدارن، بعد میرن خونه توی فضای خصوصیشون بدون هیچ حدی غذا میخورن، یعنی این کنترل رو یه دفعه میخوان از دست بدن، یا با الکل، همه اینا تعادل وجود نداره. به نظر من حتما رفت داره، به نظر من حرف درستیه که میزنی. بریم کم کم مثل کامنت های مردم رو جواب بدیم. هست؟ من نمیبینم آره. کامنت ها رو باید ببینی که چه به فارسی نوشته و خیلی زیر مثلا میخوام زیر رام اینو بخون واسه یاسی، چطوره چطوری به من راهنمایی بدیم؟ من دارم با خودم کلنجار میرم با کسی که حسی بهش ندارم و حتی گاهی بدم میاد ازش، ازدواج کنم چون اون 5 ساله که پیگیر من و قفلی زده رو من، چیکار کنم؟ شاید یه سوء تفاهمی هم که توی مذهب خیلی اتفاق میفته و فکر میکنم فرهنگ روان درمانی ایران بیشتر مشاوره است، یعنی من این مشکل رو دارم چیکار کنم، چجوری حلش بکنم. من به هیچ عنوان نمیتونم به کسی بگم که چیکار بکنه چیکار نکنه، من خودم اصلا نمیدونم برای خودم، چه برسه حالا به بقیه بگم. فقط میتونم بگم که تو اون رابطه‌ای که هستی، یعنی رابطه خودتو با خودت اول درست کن، یعنی رفتاری که خودت با خودت درست میکنی درست کن، عزت نفستو درست کن. با خب اوکی خیلی طولانی، آدم نمیتونه الان در 30 ثانیه اینو توضیح بده، ولی با خودت یه رفتار با احترامی بکن، بعد از خودت سوال بکن که حق من هستش که با یه کسی که من دوستش ندارم و چی متنفر یا چندش بود؟ آره کلن گفتش آدمی که حسی بهش ندارم آدم گاهی بدم میاد ازش که ازدواج، میگه 5 سال چون یارو دیگه دنبال منه، انگار دیگه خب به نظر من خیلی احمقانه است تو بخوای زندگی خودتو، یعنی اینجوری میگم، اینا هم نظره بچه، نظره غیر حرفه‌ای، منو اصلا گوش نکنید، من آدمی در جایگاهی نیستم داری که بگی این حرفا رو، من ندارم. نه من فقط میگم که تو اصلا خب باید واقعا دیوونه ای که اصلا خودت تو همچین موقعیتی قرار بدی،
یعنی اصلا تو یه ذره مگه شک داشته باشی، چون فقط مگه آقا چون 5 سال یورو پیگیر من بوده من برم باهاش دیگه ازدواج کنم وا بدم برم، اصلا یعنی برای خودت یه ذره احترام قائل باش، برای خودت یه ذره عشق داشته باش، اول به خود نیازهای خودت ببین چی ان و چی میخوای، برو دنبال اون به جای اینکه کامپرومایز کنی و تن بدی وا بدی به یه چیزی که حتی از الان بهش هیچ انرژی نداری. معلومه که خب این شکست میخوره این رابطه اصلا. میبینی به نظرم نه بگو نه، سوال اینه که به نظر من اگه من نکنم این کارو، یعنی به یه کسی تن بدم که 5 ساله داره دنبال من راه افتاده، میترسم که چه اتفاقی بیفته اگه من این کار نکنم. نگران چی هستم که اگه بهش بگم نه چی میشه؟ یعنی کاش آدم میتونست یکی دوتا سوال بپرسه، ولی شاید مثلا بعضی فکر میکنن که خب من دیگه کسی رو پیدا نمی کنم 5 سال دنبال من راه بیفته. خب درست نیست، این اشتباس. من فکر میکنم یه قسمتی از هممون هستش، یه desperation، نمیدونم به فارسی چی میشه، این این احساس بدبختی، یه احساس بدبختی و بیچارگی که احساس میکنیم که من دیگه حقم همین، تواناییم همینه، یا اصلا دیگه بهتر از این گیرم نمیاد، یا هیچ وقت چیزی به دست نخواهم. این چیزی که هستش چی میگن، یه احساس به فارسی میگن چیه، تا نون تا گرمه بچسبه. من که دیر ریدم توی این اصطلاحات فارسی، تو تنور داغی همچه چرت و پرتی میگه، یه تصوری که آقا تا این یه دوت قضیه داغه بچسبیم بهش بریم و تمام بشه بره. ولی این داری دوت آینده خودتو داری باش بازی میکنی، تو کل آینده خودتو داری در خطر میذاری به خاطر یه ترس لحظه‌ای و یه فکر و یه احساس لحظه‌ای که تو حال زمان خیلی راحت میتونی حل کنی و تموم بشه بره، و کل آینده تو داری در خطر میذاری. نمیدونم، خلاصه این نظرهای منه در مورد این دوست عزیز. به نظر منم اول رابطه را آدم به خودش، بعد تنور چی؟ نون داغه تا داغه. مثلا من هنوز جوون هستم، آره دیگه چه میدونم دیگه، تو هم مثلا جوون هستم یا available هستم یا هر چی، و مثلا یه کسی هم منو میخواد و پروپوز کرده، یا میدونی چرا دیگه گیرم. این ترسی که همه داریم که آقا من همیشه از این پارتنر بهتر پیدا نمیکنم، سکس بهتر پیدا نمیکنم، میدونی همیشه فکرمون میره جایی که آقا از این همه چیز بدتر میشه. آره میدونی، به جای اینکه آقا نه شادم بهتر نشه، ولی لزوما به این معنی نیستش که میدونی ما با این زندگی کنیم که آقا همین این آقا این حداقل رو یه جوری سیف نگه داریم. و با این طرز فکر به نظر من آدم وقتی که میره جلو، بقیه آدما میتونن این ترس رو تو بو کنن، میتونن لمس کنن، و این خودش آره، و این انرژی خیلی ترن آفی میشه. خیلی هیچ آدمی دوست نداره کسی رو دیت کنه که اصلا احساس این بدبختی رو میکنه، چون اون انرژی رو کاملا میتونه لمس کنه، میگه این چه چیزی، اصلا من چرا بخوام با همچین آدمی باشم واقعا. بعد حالا من یه داستان کوتاه تعریف کنم. چرا من باید پسیو بشینم منتظر این باشم که یکی منو انتخاب کنه و منو بخواد؟ چرا من نرم سراغ چیزی که من میخوام؟ چون زنم، دخترم، قرار نیستش که من انتخاب بکنم، باید بشینم خوشگل باشم تا انتخاب بشم. من موافق نیستم اصلا با این دیدگاه. خب پریشب بود با یکی از دوستام رفته بودیم رستوران، بعد یه پسر خیلی خوشتیپ و جیگری اومد نشست اونجا با دوستش، بعد سارایی گفتش که خیلی خوشتیپ با اینو. بعد خب چه میدونم بابا، من الان دیگه 39 سالمه، یادم رفته چجوری آدم فلرت میکنه و اینا. بعد گفتش که ببین یه کاری باید بکنی، بعد شماره تلفنتو بنویسی براش، یا من میرم بهش میدم یا به ویتر میدی. یا بعد آخر سر گفتم که نه من خودم میرم، میترسیدم نروس شده بودم و اینا. بعد پاشد آخر سر رفت دستشویی که من گفتم اوکی this is my chance، منم باید برم الان دستشویی. بعد من گفتم که وایسا یه دقیقه، گفت چی شد؟ گفتم من یاسیم و اینا. گفت منم اسمم ستیوه. گفتم که هیچی، میخواستم بگم من دیدم ات اونجا نشسته بودی خیلی خوش تیپی و اینا، خوشحال میشم اگه بهم زنگ بزنی. بعد گفت ببخشید ولی من دوست دختر دارم. خلاصه ولی بعد برگشتم خیلی حس خوبی بود. بعد دوستم بهم گفتش که ببین
زنای فرانسوی اینجوری رفتار میکنن، اونا میرن انتخاب میکنن مردایی که به نظرشون خوش تیپ هستش و شمارهشون رو میدن، میگن بهم زنگ بزن. خیلی یعنی خیلی حس خوبی بهم داد. حالا زنای فرانسوی کجا که میرن خودشون انتخاب میکنن، این کیس کجا که آدم بشینه بعد یه کسی که از من آدم ازش بدش بیاد 5 سال تلاش بکنه که بعد من آخر سر بگم که باشه حالا بیا ما ازدواج کنیم با هم آره واقعا. بعد مثلا حتی اون موقع هم که تو ریجکت شدی احساس بدی نمی کردی، یعنی احساس ترس مثلا من میدونی خیلی آدم میترسن از اون ریجکشن تو اون لحظه که آقا اگه که آقا دوست دخترم داره خب تموم شد رفت، ولی تو احساس خوبی میکنی که شجاعت اینو کردی که بری جلو اون اقدامو انجام بدی، میدونی خود سوپروایزرم که عاشقش بودم به هم اینو گفت، یه موقع گفتش که یاسمن ما هممون تجربه ریجکشن رو باید بکنیم و کردیم تو زندگیم، این یه چیزی هستش که باید باش روبرو بشیم. همه کامنت گذاشتن که ما باید بریم فرانسه، یعنی پسرها کامنت گذاشتن ما بریم فرانسه. خیلی بامزه بود. بریم یه کامنت دیگه ای بخونیم ببینیم این چی میگه. این زده علی اسمت گفت آقا تو رو خدا راه حل کنگوشادی ناشی از افسردگی رو ازش بپرس. ببین من با مریضام توی مطب اگه بخوام خیلی کوتاه بگم، اولین جلسه درمان برای افسردگی یعنی اولین درس افسردگی این هستش که منتظر حوصله نباشین توی افسردگی، برای اینکه اگه بخواین منتظر این باشین که حوصله داشته باشم انرژی داشته باشم تا ابد منتظر خواهید بود، یعنی باید انجام بدین تا حوصله بیاد سراغتون، یعنی آدم باید برعکس فکر کنه. و کاری که من میکنم اگه خیلی کوتاه بخوام بگم، یه برنامه روزانه ما مینویسیم اولش، یعنی من واقعا با همه این کار انجام میدم و واقعا نتیجه میده، یعنی بیسیک فاکتورهای سلامتی روانی و فیزیکی و روحی چیه؟ خواب با نظم و به اندازه، یعنی 7 تا 9 ساعت در روز، و نه اینکه آدم یه شب ساعت 3 صبح بخوابه، یه شب ساعت 9 بخوابه، یه شب ساعت 2 بیدار شه، یه شب میدونی اینجوری نباشه، یعنی با نظم باشه. مثلا حالا ساعت 11 برم بخوابم، ساعت 7 بیدار شم. خب تغذیه منظم و با برنامه و سالم، یعنی صبحونه، نهار، شام، کانتکت با بقیه، که من همیشه میگم حداقل باید تلفنی با یک کسی حرف بزنی. اصلا نمیخوام بگم که این چیزا بده، ولی دیسکورد، واتساپ، اینستاگرام اینا به نظر من کافی نیست به عنوان رابطه اجتماعی، یعنی باید با یک کسی حرف بزنی توی افسردگی، به خصوص توی افسردگی، و اینکه حیوان اجتماعی هستیم و نیاز داریم به آدمهای دیگه و حرکت، یعنی ورزش، قدم زدن، هر کاری که میتونی با بدنت انجام بدی. و یه اکت به نظر من، حالا نمیدونم تو چه جوری فکر میکنی، یه اکت سلف کیر هم مهم هستش، یعنی یه خوبی، رفتار خوبی توی اون روز با خودم بکنم، نمیدونم هر چقدر کوچیک بخواد باشه، یه چه میدونم قهوه خوشمزه برم، یه بستنی بگیرم وقتی که حالا تابستونه، هوا داغ میدونی، یعنی یا یه گیاهی برای خودم بگیرم. مثلا من رفتم امروز با دوستام رفتیم چند تا گیاه گرفتیم، چقدر کوچیکه، برای 2 یورو رفتیم گرفتیم، ولی من اینا رو آوردم خونه گذاشتم توی پات، خیلی خوشاینده میدونی، یعنی و هر رفتار که مشکل هستش به نظر من، مثلا نتفلیکس نگاه کردن، سریال نگاه کردن، همه اینا رو هم بنویسم، یعنی قشنگ اینجوری اگه بخواد باشه، یعنی چی، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه آره باش، میبینم. بعد صبونه چیکار کردم، بعد از صبونه ناهار چیکار کردم، بعد از ناهار با کی سوشال کانتکت داشتم، با انسوفورد. من که از این حرفا کنگوشاترم که بمشرم که اجازه بنویسم. اتفاقا ببین it seems easy، به نظر خیلی راحت و بیسیک، و بابا من انقدر تراما دارم تو زندگیم که این چیزا بهم کمک نخواهد کرد، ولی یه چیزی بهت بگم، منم تراماتایزد هستم،
یعنی I have an early severe trauma، یعنی از موقعی که من اصلا نمیتونستم حرف بزنم traumatized شدم، که حل کردنش یه ذره سخت‌تره برای اینکه اصلا اون موقع نمیتونستی حرف بزنی. خب ولی من اگه این کارو نکنم نمیتونم سالم باشم. من یه چیزی که متوجه شدم ولی خودم اینه که روزایی که اتفاقا خیلی کنگو شدم نمیخوام برم هایکینگ با سگام، اون روزا بهترین روزاست که باید برم اتفاقا. وقتی چون میرم از اون روحیه افسرده خودم خیلی میام، اون روزایی که دقیقا اصلا یک ذره جون ندارم از تخت پاشم و اصلا با هیچ کسی که اتفاقا اون روزا رو آدم بتونه یه جوری اورکام کنه اون تنبلی و کنگو شادی و خیلی کمک میکنه به روحیه آدم. دقیقا تو داری همین حرف رو میزنی، یعنی منتظر حوصله باشم که بخوام خیلی انگیزه داشته باشم برم بیرون، توی افسردگی it's not gonna happen، اتفاق نخواهد افتاد. اگرم مثلا آدم توی افسردگی اشتها نداره، بدون اشتها یه تیکه نون با عسل بخورین، اگرم یه تیکه باشه، بعد میاد برمیگرده اشتها. من قول میدم، یعنی گارانتی میدم بهتون، اگه این کارو 2-3 هفته انجام بدین حتما حتما میدین. آها، و یه چیزی که مهم هستش، حالتونم بنویسین، یعنی این جدول رو بنویسین، بعد بنویسین آخرش حال از 0 تا 10 مثلا. خب مثلا من الان حالم 8-9، خب هیجان دارم، خوشحالم، دارم باهات حرف میزنم، ولی روزهایی هستش که 3 هستش. بعد آدم میتونه ببینه که خب من چیکار کردم اون روز که باعث شد که حالم 3 باشه یا حالم 10 باشه. 100% افکتیو و مفید ها، میگم دیگه، اون قدم هست فقط برداشتن دیگه. منم الان مثلا یه مهران برام یه ساعت چیز ووب گرفته که مانیتور میکنم چیز، مثلا هر از گاهی مثلا میرم مود و این چیزامو اینپوت میکنم و فلان اینا، مثلا ضربان و قلب و این چیزا و تو همه رو مانیتور میکنم، اکتیویتی تو این چیزا، ولی میگم خیلی روز اصلا یادم میرسن رو دستم بذارم ساعت رو، میدونی، و اون یه خیلی بعضی وقت سخته دیگه آدم تو اون روتین هلتی بیفته دیگه. یعنی من انقدر این عادت های بد اینا، این چیزی که تو ویپاسانا تام بشن سانکارا فکر کنم، یه ریشه های خیلی عمیق منفیه که شکل میگیره تو وجود. به همین دلیل آدمای مسن‌تر میگیم که بابا یارو انقدر قده دیگه این عوض نمیشه. دیدی همچین برخوردیم، همیشه میشه عوض شد اگه بخوایم، اگه اراده کنیم. هیچ وقت دیر نیست برای بهتر شدن، عوض شدن یا سلامت‌تر شدن، سالم‌تر زندگی کردن. ولی طرز فکرمون اینجوری که با یارو دیگه یه عمر اینجوری دنیا رو دیده، میدونی، مثلا چه میدونم، مثلا آدمای گی و قبول هیچ وقت هم نخواهد داشت، اصلا محافظه کار. نه، این چه طرز فکری، میتونه اتفاقا این آدم دیدشو عوض کنه، حقوق برابر آدمو اعتقاد داشته باشه فلان و غیره، میدونی. این یه سری یه چیزای اخلاقی هم مثل چه میدونم همین تنبلی و کنگو شدی و سلف هیترید و فلان، همه این چیزایی که هی عمیق‌تر میشه تو وجودمون، خیلی سخت میشه ولی میشه ازشون که. حالا میگم راههای مختلف، مثلا میگم مدیتیشن و ویپاسانا یه راه حلیه که واقعا کمک میکنه. همیشه منم گفتم رفتم اونجا بهترین تجربه زندگی بود، اومدم بیرون ولی ادامه ندادم اون مسیر رو، دوباره افتادم تو همون چاله چوله های قدیمی با برابکس و اینا تو نیویورک، کثافتکاری و دوباره همون داستان. و بدیش هم اینه که میگم یه تنها بدی این داستانا اینه که وقتی تو میای بیرون از یه دنیای خیلی پیسفول و کلی پر از عشق و مدیتیشن، وقتی میری توی اون کثافت ها دوباره خیلی عمیق‌تر میری این دفعه. اینو فکر میکنم آدم های معتاد میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. تو وقتی که برمیگردی و ریلپس میکنی معمولا سنگین‌تر ریلپس میکنی، چون هر دفعه دوز اون جایی که میخوای بهش برسی هم دیگه میدونیم دیگه بالاتر و بالاتر میشه اون چیزی که لازم داری. و این هم در همه چیز آدم رو، سیکس، درگز، پول، پاور، موفقیت، همه این چیزا، یعنی آدم یه چیزی رو که تجربه میکنه هی میگاد مثل اونو دوباره هی بهش برگرده. شاید نکته اولش یا قدم اولش، حرفی که من توی کارم میزنم به مریضان وقتی که شروع میکنیم، و برای خیلی ها بهشون بر نمیخوره ولی یه جوری عصبانیشون میکنه این حرف، که باید مسئولیت قبول کنین برای زندگی خودتون. یعنی مسئولیت هیچ کس نیست، تقصیر هیچ کس نیست. آره درسته، ما هممون گذشته سختی داشتیم، اتفاقای وحشتناکی افتاده، ولی نتیجه کارای من الان مسئولیتشون رو خودم دارم و آخرش تصمیم خودمه که چی کار میکنم. یعنی واقعا ما این توانایی داریم که امروز بمونم تو تخت یا بیدار شم.
و آره راحت تر که بمونم تو تخت. ولی نتیجه این کار چیه؟ حالم خوب نخواهد بود، از خودم متنفر میشم، از خودم بدم میاد. دوست دارم این نتیجه رو یا نه؟ اگه دوست ندارم فقط خودم میتونم عوضش بکنم. یعنی به نظر میاد خیلی راحته، ولی به نظر من این یه دفعه اگه عوض بشه این دید، به اون راحتی دیگه به خودم اجازه نمیدم که کارایو انجام بدم که نتیجهش رو دوست ندارم، چون نمیتونم بندازم گردن کسی دیگه. میفهم. بریم دوباره سراغ کامنت های دیگه. یکی زده که آقا چقدر یاسی خوشگل، شبیه نتالی پورتمن. یکم پشتش نوشته اگه شرایط درست بود شما با هم دیگه بر نمیگردین. من همیشه میگم، میگه بزرگترین اشتباهی زندگیم واقعا بریک اپ کردن یا اون تموم شدن رابطه هم با یاسی بود. واقعا دیگه ما بیا بچه ببین، یاسی اینجا داره میگه سینگله. خلاصه نمیدونم اگر کسی فرانکفورت هستش یا خود من باید پاشم برم فرانکفورت که قول قضیه رو بکنیم. اتفاقا توی ایندکس موست لیوبل سیتیز در جهان فرانکفورت شماره 7 شده، یعنی همه شهرهای، و اولین بار تو زندگیم که من دوست دارم اینجا باشم. الان من همیشه دعوا داشتم با فرانکفورت، ولی بالاخره به این نتیجه رسیدم که نه بابا، این شهر از همه شهرهای دنیا به من مهربونتر رفتار کرده. هر چیزی که من میخواستم فرانکفورت بهم داده، باید دوستش داشت. من همیشه میگم خیلی حال میکنم رابطه‌ای که با تو دارم. میدونی یه صمیمیتی داریم ما که واقعا ترانسند میکنه تمام، میدونی، چون مجموعه تجرباتی که با هم داشتیم، چه تو نیویورک، چه تو اروپا، چه تو ایران، به نظر من این چیزاست که رابطه رو خیلی زیبا و قوی میکنه. حالا چه من و تو با هم پارتنر باشیم نباشیم، اون میدونی، من این صمیمیت رو خیلی اپریشیت میکنم و خیلی دوست دارم و همیشه هم اینجوری نمیشه متاسفانه، میدونی، ولی تا اونجایی که بشه واقعا آدم بتونه اینو نگه داره، خیلی خیلی حس خوبیه. وقتی میدونی یکی دیگه اونور دنیا همیشه هستش که میتونی روش حساب بکنی، به آدم یه حس قوی، یه سیفتی میده که میدونی وقتی نیستش آدم برعکسش احساس تنهایی یا احساس افسردگی یا هر چیزی میکنه. وقتی احساس میکنه کسی نیستش که بتونه روش حساب کنه. آره جالبه، ما خیلی وقت با هم دیگه حرف نزدیم و منم حالا بگم، اگه راستش رو بخوام بگم، نگران بودم، فکر میکردم که تو از دست من ناراحتی، من کاری کردم که مثلا ما با هم دیگه حرف نزدیم. یه جوری جرأت نمیکردم بیام سراغت و صحبت بکنیم و ازت بپرسم. یعنی این یه موضوعی هستش که بر من همیشه سخت تحمل کردنش. وقتی من که میدونی من رو راست ترین آدم دنیام، یعنی هیچ چیزی نیستش، یعنی همیشه با دوستان بگم. به تو هیچ ربطی نداره، به آره. خودم ربط داره، به این ترس های خودم، به تراما های خودم. ولی امروز به محض اینکه تصویر تو دیدم میدونستم که نه، اصلا هیچ مشکلی نیست و دقیقا آدم برمیگرده به اون حالی که الان 12 سال هست. بیشتر از 12 سال فکرم. Anyways، ولی چیزی که هستش اینه که اون، من فکر میکنم آدم، داشتم به این موضوع فکر میکنم روزی، چون میخوام این اپیزود در مورد این درست کنم، در مورد مثلا بغل دستی بچگیامون، در مورد یه سری دوستا و آدمایی که گذر تو زندگی اومدن و یه تأثیری بالاخره ناچیز یا هر چادم خیلی بزرگ داشتم و همیشه با همون هستم. من برای من یعنی همچین حسی دارم، یعنی تمام آدمایی که باهاشون سکس داشتم، باهاشون رابطه داشتم، باهاشون بودم توی مقطعی، برای من یه چیز خیلی مقدسی داره. یعنی هنوز میتونم همه آدما رو ببینم و با همون اون نگاه خیلی پر از عشق و میدونی با اون هیجان، حتی تو اون خیلی موفقم توی کوتاه مدت. مثلا من همیشه این طولانی مدته بوده دیگه، اینکه چجوری واقعا بتونم اون حس رو با یه نفر، و شاید میدونی من که دیگه کنار اومده، منم با این دنیایی که هستم توش و اینا دیگه سعی نمی کنم اجبار کنم، اگه چیزی شد شد، میدونی، فشاری نیستش رو خودم و اینا، و با همه آدمایی هم که صحبت میکنم در ارتباط هستم، یعنی اینم خیلی میگم مثلا آقا من هدفم اینه و من دارم اینجا میرم، میدونی، و این مسیر و این هدفمو برای هیچ کس و هیچ چیزی عوض نخواهم کرد.
یعنی این دیگه برای من روشن روشنه واقعا. ببخشید باتریم داره تمام میشه. نه بابا اشکال نداره. ببریم سوال بعدی و این کامنت بعدی رو نگاه کنیم. یکی زده که میشه راجع به شک توی رابطه صحبت کنیم. وقتی طرف مقابل فکر میکنه شما دارین چیت میکنین در حالی که اینجوری نیست و هر چیز میگید بهش باور نمیکنه. این خیلی ساده است به نظر من. این بهش میگه این یعنی سایکولوژی 101ه. آدمی که خودش معمولا چیت میکنه، نمیگم همیشه، ولی آدمی که معمولا خودش یه کاری و خیلی بهش مبتلاست، اینو پروجکت میکنه، انعکاس میده به دنیای بیرونش. یعنی آدمایی که احساس میکنم که به دیگری خیلی سختتر اعتماد میکنن یا همش شک میکنن، یه مشکلی از خودشونه که حل نکردن درون خودشون، که هی این حالا چه خودشون دارن چیت میکنن یا قبلا تراست ایشو داشتن یا از بچگی تو خانواده و جایی که بزرگ شدن. اتون چند وقت پیش مثلا میگم یکی بود که داشت با شرف میزدم، مثلا هیچ من اون رابطه هیچ گونه خیلی رابطه کاری داریم و اینا، و بعد مثلا پارتنرش رفته و مسیجاشو خونده بود و مثلا فکر ما یه افر داریم. اولا که من تو زندگیم یعنی یک بار نشده برم مسیجای کسی رو بخونم، یعنی اینکه تو رابطه با کسی باشم. این اصلا به نظرم که زشت‌ترین کارهای ممکنه که آدم بره اون حریم شخصی و پرایویتی که دیگر رو شده مال منو خونده باشن اون قبلا رو. ولی من واقعا یعنی توی این مقطع، یعنی توی اینجور موضوعات واقعا میگم آدم ها موقعی شروع میکنن به نظر من شک کردن که یا خودشون یه مشکلی دارن یا خودشون اعتماد به نفسشون کم شده، یه ترسی دارن از اینکه اون رابطه راست، ولی این ترسه و این شکه باعث میشه اتفاقا تو رو دورتر کنه از پارتنرت. تو برای اون آدم بیشتر ترن آف میشی وقتی که خودتو هی اینجوری کوچیک میکنی. و نمیدونم، منم یعنی بودم تو اون موقعیت، بعضی خودم که احساس ضعف میکنه و حالا به هر دلیلی توی رابطه هستش و احساس کوچیکی میکنه و داره و احساس همون بیچارگی و بدبختی و دسپریشن که آقا من اگه این آدم رو دست بدم فلان، به همین شروع میکنه فکر رفتن جایی بعد و همینجوری تو ذهن اون آدم هم کوچیکتر و کوچیکتر میشه، یعنی اصلا سریعتر میری به سمت سقوط توی اون رابطه. ولی آره به نظر من میگم سخته، نمیدونم چی جواب بدم که مثلا با چی کار کنم، چون نمیدونم چند وقت با همین رابطتون در چه شکلیه، ولی این چیزا رو حداقل دارم میگم از تجربه خودم که شاید به درد بخوره که تو هم بدونی. موافقم با حرفات، به نظر من نکات مهم و درستی گفتی. من یکی از مریضام شاید از یه دیدگاه دیگه بخوایم به این نگاه کنیم، دقیقا اون پارتنری هستش که خیلی حسودیش میشه و هیچ وقت به این اعتماد نمی کنه که یه کسی باهاش میمونه و این خودش چیت نمی کنه. یعنی مشکلش این هستش که اصلا خودش رو قبول نداره و دوست نداره و تجربهش توی بچگیش این بود که مامانه، یعنی از خیلی زود اصلا پدرش رو نمیشناخته و مامانه هیچ وقت نبوده پیشش، یعنی همیشه این خطر بوده که این مامانه رو از دست بده با پارتنرهای مختلفی که این مادر داشت و این insecurity attachmentی که این بچه تجربه کرده اینو دوباره داره پیاده میکنه و تکرار میکنه توی روابطش. یعنی اگه من چیت نکنم و یک کسی بیمارگونه حسودیش بشه، شاید مشکل با من نیست، اون آدم باید یه ذره رو خودش کار کنه و به این فکر کنه که چرا انقدر حسودیش میشه، چرا انقدر میترسه از این که یک کسی رو از دست بده. آره جواب نمیتونه همیشه باشه که آدم باید بره یه تراپی، ولی وقتی که برای این آدم هی این تکرار میشه که هی وارد رابطه میشه و انقدر حسودیش میشه، جلس هستش که پارتنراشو اذیت میکنه، شاید بتونه یه دلیلی باشه که آدم بره به گذشتش یه ذره نگاه بکنه که ببینه چرا من اینجوریم. یعنی من همیشه اونایی که میرن تو تراپی با این جرأت رو دارن که با خودشون طولانی مدت روبرو بشن و خودشونو ببرن زیر سوال و رفتاراشونو، سالمترین آدمایی هستن. یعنی اونایی که میرن تراپی سالمترن از اونایی که نمیرن تراپی و هیچ وقت با خودشون روبرو نمیشن و انکار میکنن مشکلایی که هست. یعنی این سپرشن، نمیدونم
همین انکار کردن، فراموش کردن، همه این سیستمای دفاعی که آدم داره کار میکنه، ولی خیلی سالم نیست به نظرم. بریم سوال بعدی. اینم سوال جالبی به نظر من، چون یه چیزی که منم بهش خیلی فهمیده. با انتظار از آدما باید چیکار کرد؟ هیچ انتظاری از کسی داشته باشیم؟ مثلا بحث انتظار و توقع هستش. میگم آدم یه اکسپکتیشن و یه توقعاتی داره از یه سری دوستاش یا همکارش یا خانواده‌اش. چون دیدیم ما خیلی وقتا این اصطلاحات کلیشه میگن آقا تو عشق بده بدون اینکه هیچی در عوض بخوای، همه رو کمک کن بدون اینکه هیچی در مقابلت فلان. میخوام بدونم که واقعا از ریالیستیکلی واقع بینانه آدم تا چه حدی حق داره توقع داشته باشه از دوست یا خانواده یا همکار یا هر چیز اصلا میتونه داشته باشه نه داشته باشه؟ یعنی این بحثی و سفید خاکستریه چجوری به نظر تو؟ به نظر من هر بحث روانشناسی سیاسی نیست، یعنی خاکستریه. هیچ کس نمیتونه جواب قطعی بهت بده. هر کسی هم که بگه که من جواب این سوال رو میدونم 100% درست نمیگه، برای اینکه ما نمیفهمیم هنوز تو مغز چی میگذره. واقعا انقدر پیچیده است که هیچ وقت نمیتونه قطعی بگه. ولی نظر من این استش که دوباره برمیگردیم به بحث مسئولیت، یعنی مسئولیت من استش که بدونم نیازهام چیه توی یه رابطه. مثلا به عنوان دوست تو نیازم چیه که مثلا حالا اگه برگردیم به اون صحبتی که داشتیم، توی چه میدونم هر چند ماه یه چک اینی با من بکنی، چونم bad at reaching out، بر من سخته تو مثلا از من احوال پرسی بکنی، ببینی که مثلا تو چی کار داری میکنی، یا سی حالت خوبه اصلا. و مسئولیت من هستش که اینو بهت بگم. نمیتونم ازت انتظار داشته باشم که تو بو کنی که خب یاسی براش سخته، به خصوص وقتی که حالش بد هستش خودشو میکشه عقب و حرف نمیزنه. این انتظار نمیتونم ازت داشته باشم. یعنی چی؟ دوباره مسئولیت من این هستش که بدونم که من از تو چی میخوام و اینو بهت بگم. حالا اگه تو بتونی اینو به من بدی، بخوای اینو به من بدی، که خب فوق‌العاده است. ولی اگه نتونی به من بدی، اوکی، من قسمت تو رو نمیتونم کنترل بکنم، اون دیگه مسئولیت من نیست. بعد من میتونم تصمیم بگیرم که از این رابطه خارج بشم یا اینو قبول بکنم که اوکی رامین اینو نمیتونه به من بده، ولی میتونم مثلا ازش این سیکیوریتی رو بگیرم که مثلا من یه تکستی زدم حالم خوب نیست که تو بهم زن، هر چی، خب باید یه جوری نگوش. ولی به نظر من مسئولیت من هستش که بگم که چی میخوام ازت. آره این خیلی بحث مهمی که واقعا من فکر میکنم خیلی وقتا با هم ارتباط برقرار نمی کنیم درست سر این موضوعات که توقعاتون چه. اصلا همون آدم بتونه از اول رابطه خیلی محکم ناشن که مثلا بگم من خیلی طول کشیده با خودم. من چون فکر میکنم مثلی از یه لحاظی خیلی رشد کردم، ولی از یه لحاظی هم واقعا گیر کردم توی طرز فکرهای خیلی بچگونه‌ام، چون تو زندگی من جاخ بزرگ نشدم. بچگی همش تو زندگی راک اند رولی داشتم، جاخ نرفتم سر یه کار جدی و مسئولیت جدی و نپذیرفتم توی زندگیم. که میگم همون قبلا هم سوال کردم، خوبیا و عواقب خودشو داشته، خوبیا و بدیای خودشو داشته. ولی من خودم خیلی سریع موضوع بحث تراست، اعتماد، بحث عشق، میدونین تو زندگی، میدونین جوری چاخ بزرگ شده بودم خیلی پر از عشق بود. درهای خونه ما هم همیشه باز بود. من همیشه گفتم مامان بابای من یعنی همیشه یعنی بهتری مهمونم. ما همیشه خونمون مامانم برای 20 نفر آشپزی میکرد. میدونیم یا خونمون یا تو ویلامون یا توی کمپینگ یا هر جایی که بودیم، اصلا خونه ما پاتوق بود. همیشه همه آدما جمع بودن اونجا. و چون همیشه درهای خونم و قلب خونمون باز بود به همه، این به طرز اشتباهی تو من یه توقع ایجاد کرد که بعداً آدمای دیگه هم همین جوری خواهند بود. و تو موقعیت‌های سخت زندگیم یه سری که خیلی حضور داشتن برام و بودن و من مدیون اون آدم هستم و یه سری ها نبودن و خیلی خیلی به حالت شخصی بهم بر میخورد. الان اینجوری نیستش. الان اصلا بهم اگه الان کسی مثلا اون توقعی که ازش دارم نتونه ابراز کنه یا انجام بده، اصلا یک ذره ناراحت نمیشم. شاید تعجب بکنم، ولی واقعا یعنی هیچ خصومتی اینجوری باعث نمیشه که رابطه‌ام با آدم بدتر بشه یا هر چیزی.
فکر میکنم که ولی خوبه، اینو میخوام بگم تاریخ، یعنی خوبه که آدم بدون یه دسته آدمایی هستن دور و برش زندگیش که آدم میتونه با جونش روشون حساب کنه. نمیدونم حالا این شاید فاز مرامه، نمیدونم قدیمی سنتیه که میدونی خیلی خیلی من بهش شاید علاقه داشته باشم، ولی مثلا چم رابطه خودم با جیسن مثلا بهتر، مثلا میگم من و جیسن سر هزار تا چیز با هم دعوا و قهر و آشتی و فلان اینا، ولی از 30 و خورده سال ما هوای همدیگه رو داشتیم هر جای دنیا که بودیم، تو هر وضعیت احساسی اقتصادی نمیدونم فکری هر چی بودیم، و داشتن همچین آدمی هم یا چند تا آدمای اینجوری تو زندگی آدم خیلی میتونه مؤثر باشه. چون به نظرم اگه تو دیدت فقط این باشه که همه آدما بد جنسن و فقط در نفع خودشون دارن کار میکنن و اصلا فکر دیگران نیستن، میبینی تو ورلد ویو یه جوری منفی شکل میگیره. خیلی دوستایم دارم اینجوری، دوستایی دارم که اصلا انقدر بدبینن و همه چیز فقط متمرکز روی مادیاته که انگار میدونی تو نمیتونی مثلا در مورد یه مسئله دغدغه داشته باشی و نگران مردم هم توی مثلا افغانستان باشی یا جای دیگه دنیا. تو باید یه صفری و صدی، یا باید دلت به همه آدمای کره زمین بسوزی، یا اصلا نه تو داری هیپوکریتی و دروغی و دورویی و فلان، در حالی که آدم با اون چیزی که در توانایش هست هممون به نظرم امپاتایز میکنیم. بالاخره هر انسانی هر جای دنیا داره ضربه میخوره، معلومه خب آدم ناراحت میشه، ولی خب یه توانایی هم در یه حدی که بتونیم انگیج کنیم این مقدار ناراحتی های توی دنیا رو. ولی تایی خطش میگم یه همین بحث توقع، یه بحث که من تو زندگیم خیلی باش کلنجار رفتم و فکر میکنم الان بعد از 40 سال تازه دارم به یه جای یه ذره سالم تری میشم تو رابطم با دوستام و همکارا و غیر آشنا و هر چیزی، که اینو یه ذره بهش تعادل بدم این توقعمو و خیلی احمقانه و بی جا دیگه نباشه. تو به قول تو فقط یه چیز آخرم بگم، تو چیزی که من میتونم کنترل کنم خودم هم. من درهای خونم همیشه بازه، اینو میدونم، ولی بقیه رو نمیدونم حالا اینجوری خواهد بود یا نخواهد بود، ولی این برای من همیشه صد خواهد کرد که یعنی هیچ اگه در تواناییم هر چی باشه که بتونم اون دوستی رو که برای من همیشه حضور داشته یا هر چی آدمی که رو من حساب میکنه من سعی میکنم واقعا شواب کنم برای اون آدم. تو زندگی اینقدر عجیب غریبه که نمیدونیم که یه روز صبح پا میشی و زندگیت ممکنه نابود باشه، همه چیزو از دست دادی و به اون شکل نرمال و امنی که همیشه فکر کردین نخواهد بود، و واقعا نیاز به کمک، هممون نیاز به کمک داریم توی برهه زندگیمون. نمیدونم یالومو میشناسی تو؟ نه اروین یالومو فکر نمیدونم الان یادم نمیاد. یه روانکاو آمریکایی هستش که توی استنفورد درس میداد، الان 92 فکرم چند سالشه، و سبک existential psychotherapy رو اختراع کرده و با فلسفه existential psychotherapy رو انجام میده، و توی یکی از کتاباش نوشته که چند تا واقعیت های existential هستش که آدم باید اینا رو قبول بکنه. یکیش مرگ، که ما هممون میمیریم و خب قبول کردن این موضوع برای نسل ها همیشه سخت بوده و یه درگیری خاصی. یکیش این هستش که ما آزادیم، یعنی بحث همون مسئولیت، من آزادم که چی کار بکنم با این زندگی، هیچ کس نمیتونه بهم بگه که چی کار باید بکنم. هر چقدرم کوچیک باشه امکاناتی که دارم، من توی اون فضای کوچیکم هنوز آزادم که A یا B رو انتخاب بکنم. و یکیش این هستش که ما تنهاییم توی این دنیا، تنها به دنیا میایم و تنها میمیریم، و خب این خیلی ترسناک هستش. یعنی نمیدونم، من یه ذره شاید حالتم به دوستی و اینا فرق میکنه، یعنی این حسو ندارم که یه آدمای تو زندگیم هستن که همیشه با من باشن هر موقعی که من نیازشون دارم. و به نظرم هم یه واقعیتی هستش که آدم باید قبول بکنه، و به محض اینکه اینو قبول میکنه یه حس آزادی رو به دست میاره. و یه چیز دیگه، شاید دو تا نکته حالا تا شاید بریم به سوال بعدی، این هستش که به خودش آدم اجازه بده که نیاز داشته باشه توی
رابطه. یعنی چرا باید فقط خونه تو یه جایی باشه که همه میان شام میخورن، نهار میخورن، درات بازه، منم اجازه دارم اینو انتظار داشته باشم، میدونی؟ یعنی یه خیابون دو طرفه است دوستی و رابطه. به نظر من نباید دادم فقط بده و بدون انتظار از دنیا، یه ذره ادای نمیدونم هولی هستش که کی کدوم مقدس انسان توری مثلا چرا باید اینجوری باشه؟ منم این وسط آدمم، منم نیاز دارم و حق دارم که این نیازها رو داشته باشم. به نظر من این یه پرکتس جالبی هم میتونه باشه، یعنی یه تمرین جالبی میتونه باشه که اتفاقا نه من 100% هر چیزی که تو از من خواستی و نمیدم بهت، و اگه ازت انتظار دارم خودمم حاضرم که اون انتظارهایی که تو دارم انجام آره ولی بده. یاسی مثلا من خودم بزن از تجربه شخصی خودم بخوام بگم و دوستای دورورم که مثلا دوستایی دارم الان تنها تک و تنها آدم خیلی تک رو و خیلی رابطه چیزی نداره به اون صورت تو زندگیش، اون صمیمیت رو با آدمای دیگه، مولتی میلیونر تنها نشسته پشت کامپیوترش، حالا تو ذهن خودش اون با پولی که داره در میاره شاید خوشحالترین آدم باشه و هیچ قضاوتی نیستش، ولی دارم از تجربه شخصی خودم، من خوشحالترین دوران زندگیم کی بود؟ موقعی که با یلو داگز با هم زندگی میکنیم، موقعی که با هایپرنووا با هم زندگی میکنیم، موقعی که تو ایران ما همش سفر میرفتیم، موقعی که همش کمپینگ بودیم، موقعی که بچه های ایران امیر و آرمان با هم بودند، اون ادونچرها و سفرها و تورهایی که دور دنیا رفتم. یعنی من همیشه روی این موضوع تاکید کردم که من زیباترین لحظه‌های زندگیم تنها نبودن، یعنی همیشه در کنار یه جمعی یا یک تجربه جمعی بوده که مکسیمایز کرده، امپلیفای کرده، یعنی چندین برابر ضرب در کرده اون عشق و اون حس و اون حضور رو تو اون لحظه، چون چند نفر با هم دیگه لمس کردیم اون عشق رو. لزوما به این معنی نیستش که این چیزی که من دوست دارم برای همه کار میکنه یا هرچی و اینا، ولی برای من خیلی تلخ و ترسناک و خیلی ناراحت کننده است اگه مثلا بخوام فقط تمرکزم رو خودم باشه. الان هستش خب از لحاظ اینکه بخوام هدف زندگیمو پیدا کنم که با کدوم سمتی برم، آره یه سری چیزایی رو قربانی دیگران نمیکنم تو این مسیر، ولی واقعیتش اینه که دوست دارم که تو این مسیرم که میرم جلو بتونم هم خودم با کلی دوستا و آدمای دیگه ای کانکت بشم، وصل بشم و تجربه کنم و آدمای دیگه با من وصل بشن، همینجوری که این پادکست منو وصل کرده به خیلی آدما، خیلی آدمایی که ریچ اوت کردن با من درد دل کردن، داستان زندگیشون رو در میون گذاشتن. یعنی این تجربه ها یه چیزایی که به من میدونی به اشتراک گذاشتن همه داستان اون با هم دیگه یه داستان بزرگتر زیباتری برای من درست میکنه در کل. 100% ببخشید من سوء تفاهم نباشه، من منظورم این نیستش که آدم باید تنها باشه اصلا. همونجوری که گفتیم ما حیوان اجتماعی هستیم و باید نیاز داریم به آدم‌های دیگه، سالم هستیم وقتی که آدم‌های دیگه در کنارمون هستن، ولی این یه واقعیتی هستش، آخر سر ما تنهاییم و خودمون به خودمون باید کمک بکنیم، این انتظار رو نمیتونیم از هیچ کس داشته باشیم. و من وقتی که این ترس و نه این واقعیت رو قبول کردم، دیگه نمیرم ازدواج کنم با یه کسی که حالا 5 سال عاشقم هستش منم ازش بدم میاد، چون it's okay to be alone. من از بدبختی و ترس نمیخوام توی این رابطه باشم. میتونی یعنی توضیح دارم درست فرقشو منظورمو؟ فکر میکنم تو حدودی فهمیدم، یعنی کلن دو منظور دینه که آدم خب تو تنهایی باید اون آرمان و هدفش رو تو تنهایی درست کنه؟ نه لزومن، نه اتفاقا اگه توی این کتاب حریری بود که میگفت انسانیت به خاطر همین انقدر موفق بوده چون یاد گرفتن که با هم دیگه کار بکنن، درست. ولی این یه واقعیت هست، اگزیستنشل تری هستش که آخر سر، حالا نمیدونم شاید این تجربه رو کردی تو زندگیت، وقتی که یه دفعه اتفاقی میفته منم و خودم،
اگه شانس دارم آدمایی دارم دور و برم که به من کمک بکنم، ولی تنها این کسی که 100% میتونم روش حساب بکنم خودم هستم. آره، ولی به قول ولی اون جمله معروف چیز که میگه we live together but we die alone، تو که شعر اون جمله رو استفاده کردم. خب ولی همین با هم زندگی میکنیم تنها میمیریم، برای همین یعنی این تعادل جفتشه که آدم هم آگاه داشته باشه به اون تنهایی خودش و مسیر خودش، ولی در کنار آدمهای دیگه، چون اون انزوای بیش از حد، اون آیسولیشن بیش از حد به نظر من در کل خدمتی نمیکنه، چون آدمایی که به نظر من میرن توی انزوا توی اون دنیای حباب خودشون، هرچی بیشتر و کمتر با دنیای بیرون ارتباط برقرار و بیشتر و بیشتر به همه بدبین میشن و دیدگاهشون جوری شکل میگه به دنیایی که همه فقط دارن به نفع خودشون کار میکنن، همون prisoner's dilemma دیگه، basic 101، که آدما بیشتر و بیشتر میرن سمت اینی که فقط در منفعت خودشون کار کنن. آقا من مشکل ندارم هممون بریم پول در بیاریم، هممون موفق شیم، هممون خفن شیم تو کارمون. یعنی بحث من یه بحث اینه که چجوری بتونیم اون انسانیت خودمون هم حفظ کنیم توی این پروسه، و به نظر من با طریق این رابطه هاست، از طریق این کامیونیتی هاست، از طریق این دوستی هاست که آدم یادآور این میشه که این چیزای کوچولو چقدر زیبان تو زندگی، چقدر باحالن. وگرنه میدونی آدم برای خودش توی اون حباب خودش فقط یه بزرگترین قصر دنیا رو بسازه. میدونی من نمیدونم، یعنی برای من یعنی چیزی نیست که آینده نیست که برای خودم میگم، برای همیشه ما، من و جیسن هنوز امروز صبح داشتیم با هم چت میگردیم، به هنوز حرف فارممون رو میزنیم. یعنی یه رویا یا آرمان احمقانه ای که تای دلمون واقعا وجود داره، حالا نمی چه جوری میخوایم بهش برسیم، و 2 ساله داریم کونه خودمون پاره میکنیم، من که رفتم تو فارم زندگی کردم، اون کرده آف دی گرید فلان، ولی حتی بازی با رویاش هم با اینکه چه جوری بهش برسیم هم خیلی برای من زندگی رو شیرین تر میکنه، که در اون راستا وقتی میرم جلو، حالا چه بهش برسیم چه بهش نرسیم، یعنی امیدوارم برسیم، یعنی واقعیتش، ولی میدونی این یه سری چیز به این سادگی و احمقانه است که به من خیلی حال خوب میده. به نظرم نه ساده است نه احمقانه، کاملا باهات موافقم که با هم بودن با آدم ها، این حس وابسته بودن، دل بستگی با آدم ها، اصلا بدون اون آدم نمیتونه زندگی کنه. و اونایی هم که تو میگی که نشستن تنهایی از همه دنیا عصبانی هستن، خب اوکی، اونا قهر کردن با دنیا و نتیجهش هم خیلی خوشایند نیست. یعنی آدم میتونه قهر کنه گوشه از همه عصبانی باشه، ولی دوباره برمیگردیم به اون مسئولیت، اوکی قهر باش. نمیدونم تو اینو تجربه کردی، یه لذتی داره این عصبانیت، عصبانی بودن از همه، یه جوری یه لذت عجیبی داره، نمیدونم تا حالا تجربه کردی. ما هممون کردیم یه برایی که میگه آدم از همه بدبین و عصبی میشن، حتی از همه متنفر میشی، میدونی یعنی یه لذتی توش هست نه این عصبانیت. آره میدونی اون بخصوص من یادم موقعی که خیلی افسردم بودم، عصبانیت و تنفرم همیشه به نزدیکترین آدم هم بود، و میدونی بعد هم جوری بزرگتر گفت، یعنی دیگه از همه دنیا متنفر میشم وقتی تو اون حالت خیلی بد روحی بودم و اینا، و نمیخواستم به برم در میام از تو اون حالت، و میخوام برگردم به حالت تو قلبم، میخوام آرامش باشه، میخوام عشق باشه، میخوام یه جای یه صلحی باشه درونم، که چون آره شاید شورت ترم اون حس تنفر و عصبانیت یه لحظه مثلا به آدم حال بده، ولی طولانی مدت آدم رو نابود میکنه. تو اون طرز فکر زندگی کردن چه آرامشی داری؟ تو وقتی که همش همه بدن، همه آدم های دعیوسی، همه فکر خودشون، همه چیزن، اصلا تو این مود زندگی کردن برای من غیر قابل تصوره. آره لحظه هایی هست که زندگی میگه قاطی میکنم، عصبی میشم، همش از همه کس و همه چیز هرس میخورم، ولی که مدام بخوام توی این دیدگاه زندگی کنم برای من به شخص خیلی آزاردهنده است. نمیتونم. من ژانویه رفتم پیش یه اکیوپانکتورست که سوزن درمانی انجام میده، چون یکی از مریضامو فرستاده بودم پیشش که تروماهای سخت مختلفی داشته تو زندگیش، رفته بود زندان تو آمریکا، کریستال مث استفاده کرده بود، توی یه رابطه خیلی بد و خشنی بود که واقعا خیلی تروماهای زیادی داشته تو زندگیش. بعد ما هر چقدر کار میکردیم حل نمیشد، یه جوری این هنوز
زندانی بود توی این تراماش، قشنگ توی بدنش بود. بعد چون خب تراما فقط تو مغزمون نیست، تو بدنمون هم هستش، بهش گفتم که تو باید یه کاری با بدنت بکنی، باید این بدن رو یه جوری رهاش بکنی، روی بدنت هم کار کنی. و بهش پیشنهاد کردم که بره پیش اکیوپانکتورست و خیلی نتیجهش خوب بود. یعنی اصلا یه دفعه نرم شد این آدم، خوشحال شد این آدم، یه خوشحالی رو برای اولین بار میتونستم حس بکنم که فکر کردم که اوکی I'm traumatized too، منم شب برم پیش اکیوپانکتورست بتونه بهم کمک بکنه. اولین چیزی که این آدم بهم گفت، منو دید، من رفتم گفتم که من حالا بد نیست ولی در گذشته تراما داشتم و فکر میکنم که میتونه یه تاثیر گذاشته باشه رو بدنم، که اون گفتش که 100% معلومه که تاثیر گذاشته. و من گفتش که چرا انقدر عصبانی هستی؟ بعد گفتم که اصلا من آگاه نبودم از این عصبانی که دارم، و گفتش که این سمه، اینو باید رهاش بکنی، و الان 6 ماه روی این کار میکنیم که این عصبانیت رها بشه. الان این کامنت آخرم بخونیم و بعد بریم، ولی این دقیقا هم همین دیگه، حق دارید عصبانی باشی و کارکرد داره، همه میدونیم اوضاع جهان خوب نیست. و آره ببین واقعا طریقت ما اگه اکسپرس نکنیم، ابراز نکنیم اون خشونت و عصبانیت درونمون یه جوری، یا حلش نکنیم، چون اونم نیازه به نظرم نگه داشتن. و از اونورا من گفتم الکی هم زیادی پیس لاو اکستسی خیال بافی هم باشیم چیزی رو حل نمی‌کنه. یعنی من بحث من یه چیزی واقعا نمیخوام حالا بین شاید درست نباشه، ولی اینکه یعنی آدم آگاهی داشته باشه به جفت این دنیاها، میدونی واقعا آدم اگر اون خشونت درون خودشو نریزه بیرون به یه نحوی، هی جمع میشه و تبدیل میشه به یه چیز خیلی فاسدتر و تاریکتر. آره یکی باید باشه که ببینه رنجمو، چون پشت این عصبانیت بیشتر از وقتا ناراحتی هستش و این توانایی نیستش که آدم ناراحتیشو نشون بده به آدم ها. راحت تره که عصبانی باشه از دستشون. و این نکته کسی... بگو ببخشید. نه هیچی. بتونه پشت پرده این عصبانیت نگاه کنه و اون دردی که پشت عصبانیت هستش رو ببینه، به نظر من خیلی میتونه کمک بکنه. و این گفته که اوضاع جهان خوب نیست. کی بوده میدونی؟ اوضاع جهان کی خوب بود؟ ما همینجور تاریخ جنگ و بدبختی و فلان، و الان فقط ما چون اکسپوز بیشتریم و بیشتر لمس میکنیم بیشتر درد و بدبختی ها رو، این خیلی تشدید میشه این حس به نظر من. نه که بگم حال جهان خوبه، نه، ولی فقط بگم ما هم از اون ورم باید رابطه خودمون رو با دنیا یه جوری تنظیم کنیم، توی همون بحثی که اون اول بود، چون یه تعادلی باشه که نذاریم زیادی هم این اخبارهای بد و منفی. یعنی ما در حد تأثیری که حداقل از آدم شروع میکنه، از جای محیط و محله خودش، حالا اگر انرژی هم داشت هر از گاهی به بیشتر بحثای بزرگتری از خودش و اینا، ولی خوبه که آدم مطلع باشه، چه خبره تو دنیا، آگاه باشه، اصلا مطمئنا بهتره. ولی هر از گاهی منم گفتم، یاسمان گفت، آدم بعضی وقتا باید قطع کنه رابطه‌شو با اصلا با میدیا و دنیا یه ذره که به سلامتی و تعادل روحی روانی خودش برسه. آره من اگه پزشک بودم میتونستم نسخه بنویسم برای آدم ها، مینوشت برای هر کسی که اول میومد، میگفتم 2-3-4 هفته 2 ماه 3 ماه اخبار نگاه نکن. اونم متاسفانه تبدیل میشه به یه احتیاط که آدم هی بخواد بیشتر ببینه این بدبختیه. چه میدونم دیگه، آره همش، یعنی آدم یاد میگم دیگه، برای همین من شاید اون فاز نوستالژیکم که دلم برای بچگی و کودکی و اون ادونچر و اون دوران و اون خونه، چون توی حالت حباب خودمون زندگی میکردیم دور از دنیا، دلم همیشه تنگ میشه. الان همه مسائل به نظر خیلی بزرگتر، میدونی هر روزم یه خبر جدیدی که آقا امروز میدونی تو آمریکا بعد از 50 سال رو وی وید و حق سقط جنین رو برگردوندن دوباره، یعنی یه پیروزی برای محافظه‌کاران مذهبی بوده. و خب اینا ترسی که میدید توی اروپا دیدیم که افرادگرایی سمت راست هم بیشتر شده، نه که چپ هم ندارم، اونا افرادگرای خودشون هم دارن و اینا، ولی کلن میگم همه این موضوعات هر روز یه خبر بد وحشتناک تکون دهنده مثل یه زلزله هر روز دوباره میاد. یعنی هیچ وقت اصلا بر همین الان من 100 دفعه میگم الان ما بچهای بیگناهمون توی تو اوینن، بچهای محیط زیستی،
همون موقع هم وزارت اطلاعات گفت با اینا جاسوسی هستن بیگونه، ولی اطلاعات سه با همین این تایب پوفیوزی که الانم برکنار شده و منو چه پوسی شدن که این سری آدم و کلی آدم دیگر رو بدبخت کرده، پرونده سازی علکی کردن. میدونی اینا بعد ادعاشو چه ما اطلاعاتمون چقدر قوی و خفن و فلان، بابا یه مش آدم بیگناه گرفته، به چی دارین افتخار میکنید شما؟ به چی دارین افتخار میکنید؟ از اون ور که میذارن اسرائیل نابودتون میکنه هر روز، انقدر راحت نفوذ داره تو کشور و اینا. یعنی پوینت من اینه که انقدر خبر رو خبره بعد بود که ما یادمون میره که چقدر آدمای بیگناه این وسط دارن قربانی میشن در بازی های قدرت و بازی های کثیف دیگران و چقدر راحت همه رو فراموش میکنیم. خلاصه من هر دفعه بتونم بازم میگم آقا نیلوفر بیانی و بقیه بچهای مویزیستی رو فراموش نکنید، کلی بچهای دیگه هستن که هنوز بیگناه پشت این زندانای تخمیمون هستن، اونا رو فراموش نکنیم. میدونید یه باور کنید که همین که ما یاد اونا باشیم خیلی بهشون انرژی میده، خیلی کمکشون میکنه. من حرفا با بچه‌ها سر مرخصی حرف میزنم، میگن واقعا نمیچقدر دلمو خوش میشه وقتی میدونیم هنوز ما رو یادشون مردم. خلاصه فراموششون نکنیم دیگه. من مدیتیت میکنم و بهشون فکر میکنم، سعی میکنم که باهاشون وصلم توی ذهنم حداقل، و با امیر حسینم صحبت کردم، میگه که من حس میکنم، حالا نمیدونم واقعا حس میکنه یا نه، ولی اونم اومده بود مرخصی. آره این اوین برای هممون جهنم عجیبی هستش که توی زندگی هامون تأثیر گذاشته، زخم گذاشته. آره چی کار کنیم؟ خلاصه این نوت خیلی من داون و چیز دیپرسی بود که ما تموم کردیم اپیزود امروز، ولی یاسی خیلی حال کردم باهات حرف زدم و دلم خیلی برات تنگه. و من دارم دوباره میام سپتامبر یه تئاتر دارم، یه 3-4 ماه تو لندن و تو انگلیس و تو منچستر و این منور. حالا اگر اون سمت به تو مناسب دیدی دونه تک شو هم تو مونیخ دارم تو اکتبر فکر کنم، ولی آره مدام سمتی حتما میام میبینم تو با هم هنگ اوت. گربات داری هنوز؟ اصلا گربات نمیدن جلوی دوربین؟ نه ندارم دیگه، و درس مهمی بود که من دیگه هیچ وقت توی آپارتمان که بالکن نداره، حیات نداره اینا، نمیتونم حیوان نگه داشت. من همیشه مشکل دارم که حالا گربه رو نمیدونم، ولی سگ، کسی که سگ نگه میداره میدونی توی جایی که اگه باغ نداشته باشه نتونه ببرتش بیابون و کوه و اینا، مثلا تو نیویورک به خصوص مثلا من میدیدم کلی آدم با سگای این گنده بدبختی که هیچ جای دویدن ندارن و هیچ جای فعالیت ندارن. خیلی دلم میسوزه، ولی حسه زندانبون بودن داشتم باهاشون، دوست نداشتم این حسو اصلا. خیلی سخته بابا، مردم نمیدونن چقدر سخت پت داشتن، یه فول تایم جابه هم از لحاظ مالی هم از لحاظ عاطفی، واقعا میدونی همش فکر و ذکر پیش اون است که خب اتفاقی نیفته، خدای نکرده چیزی نشه، مریض نشن، یه ذره حالشون بد میشه آدم سریع از خود بی خود میشه. آره. من دیروز اتفاقا داشتم دوچرخه سواری میکردم، بعد وسط جنگل یه سگ رو دیدم، فهمیدم که این سگ تو محله ماست و گم شده بود. خلاصه با خودم ورش داشتم آوردمش دم در خونش و صابخونش مسی از این پیرای هیپی نشه بود، نگم ای سگمون رو پیدا کردی، اصلا انگار تو خوش نمیگم با اگه نمیخواین سگتون رو من برمیدارم. منم سری هرس خوردم اینا، ولی آره خلاصه اگه پت دارین تو رو خدا بهشون کلی برسین و بهشون عشق بدین و یه محیط خوب و سالمی براشون درست کنید که کلی حال کنن. موازه خود باش یاسی، پس با هم در تماس. یاسی هم توی اینستاگرام اون زیر نوشتم اسمش رو @sultani_yasa میتونید پیداش کنید، اگه سوالی چیزی داشتین از خودش اونجا بپرسین. تا برنامه بعدی. آره شاید یه اطلاعاتی بدم، متاسفانه من آنلاین نمیتونم تراپی انجام بدم، بچه‌هایی که تو فرانکفورت هستن میتونم با من کانتکت داشته باشن، ولی آنلاین من نمیتونم الان، امکانش رو ندارم. آره. همین. مواظب خودت باش یاسی. میبینم. مرسی. تا همینطور. بای بای. خدافظ.